چاو کاردینا بکس، خیلی خوش اومدید به یه ریاکشن دیگه. خب دوستان، به درخواست شما موزیک امیر تتلو رو امروز براتون انتخاب کردم که بهش ریاکت برم، با هم گوش میدیم. قبل از هر چیزی هم ازتون میخوام که با لایکتون و کامنتاتون منو حمایت کنین تا ویدیو من بیشتر به بقیه نشون داده بشه. خب بچه‌ها، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم سراغ کاورمون که چقدرم دارک و سیاه و سفیده و امیر تتلو رو داریم که انگاری داره خودش رو تو آینه نگاه میکنه، خوابیده برعکس، اون عقب مقبام کله روح میبینم، تارن کبوتایی که به خود امیر تتلو این آینه بسته شده، همیشه هم یه نور و یه در و یه روزنه هم توی کاورا هست و کاورایی که همونطور که میدونین طراحی میشه جناب آقای دمیرچی هستن، ارادت. مطمئنم بچه تو کاور خیلی المان‌های دیگه هم هست که ممکنه بعضی وقتا به چشم من نیاد و ممنون میشم که شما همیشه محبت داریم برای من تو کامنت می نویسید که کار اینو فلان جا مثلا اینو زده، اینو نوشته، معنیش این بوده. خیلی خوشحال میشم، خیلی کمک میکنید به من. ریشه های درخت رو میبینیم، ریشه های درخت خشکیده رو کلن خیلی دارکه که احتمالا نشون میده که با یه موزیک خیلی دارک هم طرف هستیم. با بچه های آماده هستیم بریم وارد موزیک بشیم، با هم دیگه گوش بدیم. امیدوارم لذت ببرید. Let's go. به نظرم شما مثلا یه هدفون بذارید تو گوشتون، چون معمولا موزیکای امیر تتلو دیگه خودتون میشناسین دیگه. حالا شاید مثلا فرق کنه، شاید این دفعه اصلا از اون حرفای زیرنافی و اینا نداشته باشه، نمیدونم، اما بعید میدونم. Let's go. آه نه، شش دو هشت آجون در به من یخ کردین. داداش بیرون گرم، وسط تابستونه. فکر کنم صدای مرژاک بود. مرژاک حاجون در رو به من یخ کردین. داداش بیرون گرم، وسط تابستونه. سرما وجودم رو گرفت، فا این که وسط تابستونه، این یکی جنس طعمش بده ولی خب فازش خوبه، بس که داغونو دائما بیستم که تا این آنگا دارم واسه من میفرستن، آدم و مریضم کردن اینجا همه اونایی که نابغه میکستن، شبا رو تختم من منتظر. وای، همه اونایی که نابغه میکستن، ولی خدا وکیلی ربطی به نابغه بودن نداره. الان کلی از ماها، همه ما، آره شمایی هم که داری من نگاه میکنی، متاسفانه فکر میکنم برای تو زندگی اگه الان نباشی یه برهی از زندگی پیش اومده که چقدر بی‌حس میشی، سرد میشی. چقدرم به کاورش میاد، میگه تو اوج تابستون، تو اوج گرما داره یخ میزنه. این سردی هوا نیست، سردی اون چیزیه که تو زندگی برات پیش اومده، بی‌محبتیه، نامردیه، شکستن دل، بیمروتیه، همه ایناست که سردت میکنه، سردی قلبته. بچه باورتون میشه من که اینجوریم؟ دقیقاً امیر تتلو هم انگاری همین حسو داره بهمون میده، این که وقتی که قلبت میشکنه، وقتی بی‌حس میشی، این روحته که سرد میشه و روح که کلاً مریض بشه، سرد بشه، دقیقاً روی جسمت هم اون تأثیر رو میذاره. یه وقتایی جسمت مریضه ولی روحت که سالم باشه خیلی میتونه کمک بکنه برای اینکه جسمت هم، یا همون تلقینه باعث میشه که انقدر روحت قدرتمنده، میتونی خودتو درمون بکنی. یارو سرطان داره ولی انقدر ذهنش، فکرش، روحش انقدر سالمه که میتونه به اون سرطانش غلبه بکنه. ولی وقتی که روحت مریض باشه داغونی، پوکیده ای، حس خیلی تخمیه. آدم و مریضم کردن اینجا همه اونایی که نابغه میکستن، شبا رو تختم من منتظر وقتکم، هرکی اومد نزدیک فقط بزنم و سختر کرد. من اصلا حوصله ندارم، شیرم از تو شورتم دیگه، حتی واسه اون خوشگله در همون بهتر که در نهاری. آخه از حس و حالی هم واسه آدم میمونه وقتی آدم دلش شکسته، روحش سرده. خدا وکیلی اصلا آدم به اون چیزا دیگه فکر نمیکنه. جاش خوبه داداش، بذار سر جاش. سخت‌تر که من اصلا حوصله ندارم، شیرم از تو شورتم دیگه، حتی واسه اون خوشگله دارم، راحت تن رو بغض میکنم ولی خندیدن چقدر مشکله برا من، همه جا پر تارن کبوته، حال من چقدر کسشر خرابم.
خب اگه اینجوریه که اوکی، میخوای عنکبوت بازی دراری تار بپیچی دورم، منم میشم کس خار روتیل. بد بودن ببین شاکی شد یه وقتایی آدم وقتی این سردی رو میبینه، این نامهربونی رو میبینه، مخصوصا اگه از طرف آدم ها این ضربه رو به تو زده باشن که تو به این سردی رسیده باشی، یه جایی میای میگه که خب اوکی میخوای بزنی منم میزنم، میخوای دعوا کنی فش بدی منم بلدم، منم میتونم بزنم، بدترشو میکنم. یه جایی توی مرحله به اینجا میرسی، میخوای عنکبوت بازی دراری تار بپیچی دورم، منم میشم کس خار روتیل. بد بودن که هنر نمیخواد، خواهیه واسه اینه که بلند شه بیاد، وگرنه که این تن پاره رو میبره. یه کمی حماقت هم بعضی وقتا کار یه کیلو خایه رو میکنه. بعضی وقتا بچه این البته یه جا حماقت داریم، حماقته خب باعث میشه که تو یه انرژی کاذب بگیری، حماقت بکنی، یعنی عصبانی شدی از دست یه چیزی، یه کسی ضربه بهت زده، میخوای ضربه بهش بزنی، اون عصبانیته یه آدرنالینی توی وجودت ترشح میکنه که باعث حماقت میشه. یعنی تو نمیخوای این کار کنی، میدونی اون یارو کار اشتباهی کرده، اصلا کارش اشتباهه، تو مثل اون نیستی، تو نمیخوای آدم بده باشی، ولی اون آدرنالینه، اون عصبانیته یه آدرنالینی ترشح میکنه که تو قدرتمند میشی. دیدید تو دعوا مثلا یکی عصبانیتون میکنه، شما زورتون بیشتر میشه، اون باعث حماقت میشه و باعث یه کارهایی که نباید بکنی و اشتباهه میکنی و بعدا پشیمون میشی. ولی خب پیش میاد، برای هممون پیش میاد، برای خودم هم همینطوره، خیلی برام پیش اومد. پاره رو میبره، یه کمی حماقت هم بعضی وقت کار یه کیلو خایه رو میکنه. یه جوری اوکی کنیدم، یه جوری اوکی کنیدم، یه جوری اوکی کنیدم، جوری اوکی کنیدم. وقتی دنیا بهم شبی خون زد، تیچی خالیم نمیکش شبی خوندن. شاید تنها فرق من و شما این بود که ذره کمتر آدم بدی بودم، الان جوریم انگار جنگ اومدم، رد ترکش و گوده رو سر صورتم انقدر نشه. این ترکش، ترکش جنگی نیست، ترکش هایی که از آدم ها خورده، از زندگی خورده. اینا همه فکتور تتلوه، یعنی امیر خیلی جای توی لایواش اینا رو گفته، موقع تتو زدنش قشنگ گفت که حرفای امیر رو مرژاک اومده گفته، خیلی جالبه، عجیبه. دستگاه رو بردار بیار، چقدر زود تازگی ها خسته میشی، من حال درد تو قیافم ببینی، بزن ما که این سیاتر نمیشیم، بزن پر رنگ بزن، چون الان هم مستم هم چتم، رو صورتم یه لبخم بکش، رو قلبم زب در بزن، که من خیلی وقت اش بریدم، چون عمق این دنیای زشت رو دیدم، بی استر اونیم که اس کنیدم، انگار تک و تنه وسط چرنوبیلم. وای چرنوبیل چقدر قشنگ تشبیهش کرد حسشو، انقدر سرد و بیروح و خاکستری و سیاه و سفید. و بچه چرنوبیل هم احتمالا همه چون میدونید، اگر برای اونایی که نمیدونن این یه توضیح کوچولو بدم، چرنوبیل رو فیلمشو حتما ببینید، خیلی زیباست، من چندین بار دیدم، اتفاقیه که توی اوکراین افتاده و خیلی سال پیش، حالا دقیق تاریخش رو نمیدونم مال چه سالیه، ولی خیلی قدیمیه و اون اتفاق واقعی بوده، داستان نیستش، فیلمی که براش ساختم واقعیه. یه قسمتی از اوکراین با اشتباه یک انسان، یعنی با بیکفایتی انسانها اون اتفاق میفته، گناهکار و بیگناه کلن نابود میشن و این حتی چند نسل بعدشون هم روش تأثیر میذاره. الان اون قسمت هیچ حیاتی وجود نداره، حتی یک گل، یه برگ سبز، هیچی رشد نمیکنه، خاکش بیحاصل، مرده، هواش مرده. وقتی برید مثلا اونجا رو ببینی، توی گوگل هم بزنید براتون میاد، قشنگ مثل یه شهر مرده میمونه، خاکستری، بیروهه، هیچ کس هم اصلا جای زندگی نیست. انگاری امیر تتلو هم قشنگ همین حس و حال چرنوبیل بهش دست داده. این بده ها بچه، خیلی خیلی مرحله بدی از زندگیه که دقیقا متاسفانه خیلی اصلا دوست داشتم اینو بگم، ولی خودم مدت هست دارم تو همون چرنوبیل زندگی میکنم از دست این آدم ها.
میام که اس کنیدم انگار تک و تنه وسط چرنوبیلم. من نمیزنم ولی ای تو میرخصی این تو میچرخیم بی جرم و بی وزن. انگار تو خلایی با ندل بستگی و ندل خوشی است. یه جوری اوکی کنیدم یه جوری اوکی کنیدم باور کن میگه یه جوری اوکی کنیدم داره التماس میکنه دیگه دست من کاری بر نمیاد. دیگه من همه زورم رو زدم دیگه جونی برام نمونده. حداقل شما دستم رو بگیرید شما کمکم کنید. ولی باور کنید بچه من خودم به همین جایی که همین تتر رسیده همین الان وایستادم. اینو فهمیدم اینو زندگی به من یاد داد. وقتی تو این نقطه ایستادم وقتی تو این نقطه که همین تتر رو الان ایستاده وایستادم همین الانش به این نتیجه رسیدم هیچ کسی بهتون کمک نمیکنه. حتی عزیزترین کستونم یه وقتایی نمیتونه بهتون کمک کنه. یه وقتایی خودتونین. بازم تو بدترین شرایط که همینه همین چیزیه که تتلو داره میگه مرژاک داره میگه بازم تو این شرایط هیچ کسو ندارید فقط خودتونید. فقط خودتون به خودتون میتونید کمک کنید. انتظار هیچ کمکی رو از هیچ انسان دو پایی نداشته باشید. دیگه اون ادل خوشی است. یه جوری اوکی کنیدم یه جوری اوکی کنیدم یه جوری اوکی کنیدم یه جوری اوکی کنیدم نمیشه یه جوری اوکی کنیدم من از این زمین چه کندم فرکانس همه جوری انه چه میده حتی خنده چه کنجم ولی باز ببین چه گنگم هنون رو پای سایل درست بگو بیاد خوده بودا به جنگم که من خدایانو کار دارم دیگه نمیان خوردا به چنگم سیگار تو بگی کنار عوضی نمیاد این دودا به رنگم من خودم یه اینه همینه که میگم فقط خودت میتونی به خودت کمک کنی. بازم که این همه درست این حسای بعدش میگه ولی میگه من بازم گنگم گنگیشو به رخ میکشه نمیشه نباید بشه. ببین به تارمو میرسه به یه تارمو میرسه اما پاره نمیشه نباید بشه کنجم ولی باز ببین چه گنگم هنون رو پای سایل درست بگو بیاد خوده بودا به جنگم که من خدایانو کار دارم دیگه نمیان خوردا به چنگم دیگه خورده مورده دیگه مردمو کاری ندارم من دیگه با خدا طرفم بیا به جنگم آقا بس دیگه دهنمونو سرویس کردی رفت سراغ گندش دیگه جنگم که من خدایانو کار دارم دیگه نمیان خوردا به چنگم سیگار تو بگی کنار عوضی نمیاد این دودا به رنگم من خودم یه ید طولا برندم مثل بقیه بی جریان نبودم که بخوام تو را بگندم من خودم یه کوه نور چار تا تتو آرتیست رو من با سوزن من تو فکر کس و کونه بور من خودم یه مد این حالشم بلکن نیست چه حالی داری آجی اینجا که میگه این بدن رو زمین تناست من یادمه نمیدونم دقیقا اون خیلی وایرال شد اون قسمت ویدیو یکی از بچه ها درست کرده بود محبت داشت فکر میکنم اگر درست گفته باشم نمیدونم ریاکشن امیر تتلو بود یا نه این که همه دور و برتونن با وجود اینکه عزیزتراتونم کنارتون باشن یه وقتایی احساس تنهایی میکنید جسم امیر تنهاست احساس تنهایی میکنه با تمام وجود تتو آرتیستایی که دورشن و دوستایی که دورشن و فنایی که دورشن و این حس بهش دست داده این بده ببینید کجای کار لنگ میزنه کنیدم یه جوری اوکی کنیدم نمیشه یه جوری اوکی کنیدم چه نفس یه جوری اوکی کنیدم یه جوری اوکی کنیدم یه جوری اوکی کنیدم ما
زندگیمون بوده میدون جنگ که پام بیلنگه مثل تیمور لنگ به دلمون مون یه دفعال بده بگه هرچی که دوست داری مهمونه من تو چرا پراید سواری بیا اوتومات بشین دیگه کلاج نداری بندازیم تو دل جاده دوتا شات بزنیم یه بلانت دراریم بندازیم بریم یه راست میگه اینا دیگه داره به خدا میگه ها میگه دلمون مون یه دفعه بهمون حال بده این همه سختی کشیدیم این همه جنگیدیم بابا یه بارم تو به ما حال بده چی میشه این تیمور لنگ هم میگه ما هر کاری هم میکنیم بالاخره یه جای زندگی یعنی هر کاری میکنیم میجنگیم برای اینکه حالمون خوب باشه بازم یه جای کار میلنگه به دلمون مون یه دفعه حال بده بگه هرچی که دوست داری مهمونه من تو چرا پراید سواری بیا اوتومات بشین دیگه کلاج نداری بندازیم تو دل جاده دوتا شات بزنیم یه بلانت دراریم بندازیم بریم یه جای دور از هر خدا اوتومات میخواد دهنمونو گایدی اینجاست که الان داره یه جورایی هم حالا امیر تتلو رفت به جنگ خدا و اینا گفت با خورداش کاری ندارم مرژک هم مده قشن الان داره به خدا میگه دیگه اینجوری داره میجنگه یعنی داره گلایه میکنه داره ناراحتی میکنه یه بسه اینقدر دهن ما رو گاییدی بسه خدایی گفتن بندهی گفتن بریم یه جای دور از هر خیابون و هر ترافیکی یادمون بره جای زندگی فقط نفس کشیدن و تو لحظه ها دیدیم یکم عوض چه فازمون دست به هر کاری نزنیم واسه پول بیا بریم یه جای که انقدر حالمون خوبه واسه خوب شدن نیاز به زهر مارینی شاید بفهمم چی بلدم بیشتر همه چی از جا میکنتم مهم نیکی طرف همه یکم به خودم بیام ببینم چی بلدم پسری موج منفی داره منو میبره یعنی میشه فکرشو بکن الان دقیقا الان مثلا جوانای ما برای اینکه خود من هستن برای اینکه حالمون خوب باشه یه وقتی اینقدر داغونیم پوکیدیم دیگه مغزمون رد داده میگیم بریم بشینیم یه چیزی بخوریم یه نوشیدنی یه شاتی بزنیم شاید این از سرمون بپره ولی هیچ کمکی نمیکنه ما داریم خودمون رو گول میزنیم چی میشه که یه روزی برسه برای اینکه حالمون رو خوب بکنیم دنبال شات و مواد و گل و اینجور چیزا مثلا نریم سیگار نکشیم برای اینکه فکر کنیم که داریم حالمون خوب میشه یا یه فاز تخمی کاذب بگیریم یعنی اون روز میرسه کی طرف همه یکم به خودم بیام ببینم چی بلدم پسر این موج منفی داره منو میبرتم میبینی حال و هوا منفی 20 درجه است خیلی عوض شده ریختم عقب هرچی لازم نبود ریختم عقب یه جوری اوکی کنیدم صدای گرفته خیلی ینگ خوشگلی داره مرژاک صداشو خیلی دوست دارم اون استایل خوندنش هم باز خیلی خوبی میده آی نفس نکش میگه سنگم که باشه یه جوری باید یکی بیاد گرد خاک تو از رود پاک کنه دیگه این سنگم احتیاج به صیقل داره احتیاج به تمیزی داره سنگم باشی بالاخره میشکنه دیگه وای چه حس تخمی دارکی بهم دست داده امیدوارم که فاز شما رو بد نکرده باشم ولی به هر حال فاز سنگینه دیگه موزیک سنگینه فازش دیگه بالاخره سنگم که باشی یخت هایی لازمه یکی گرد و خاکی رو تو پاک کنم یه جوری بارونی بیارم نمیدونم خلاصه یه جوری اوکی کنیدم خلاص خب موزیک خیلی فاز سنگین و دارکی داشت مژواک کارش خیلی خوب بود از استایل خوندنش خیلی خوش آمد گفتم یک صدای خفه نمیدونم استاشو چی بزنم یه صدای خش داره خیلی قشنگی داره که واقعا میتونه گل کنه ولی قشنگیش میشی بود این که قشنگ امیر تتلو اون استایل خودشو تو خوندن داشت مژواک ادا در مرژاک اگه درست گفته باشم یه اسم سختی داره
اونم استایل خودش رو حفظ کرده بود. من اینو تو آرتیستا و مخصوصا آرتیستای نسل جدید، حالا من نمیگم آرتیست نسل جدیده ها چون خیلی آشنایی باش ندارم، اطلاعاتی در موردش ندارم، در این مورد روش نظر نمیدم، کلن کلی دارم صحبت میکنم. آرتیستای نسل جدید و مخصوصا وقتی میبینم که ادای کسی رو در نمیارن یا تقلید از صدای کسی، سبک خوندن کسی، استایل خوندن کسی رو در نمیارن، اینو خیلی میپسندم وقتی خودشونن سبک خودشونو دارن. این خیلی منو خوشحال میکنه. مرسی که تا اینجا ویدیو با من بودید بچه ها. اگر دوست داشتید حتما لایک کنید، واقعا لایکاتون بچه ها به من خیلی کمک میکنه. تنها حمایتی که شما میتونید از من بکنید اینه که فقط یه لایک کنید، یه کوچولو، یه لمس کوچولویه. اون زنگوله رو روشن کن که از این به بعد ویدیو داریم، ریاکشن داریم. نظرتون تو کامنت ها برام بنویسید، موزیک مورد علاقتون هم بنویسید تا بهش بپردازیم. با موزیک و ریاکشن بعدی، خدا نگهدار. Yeah.